آنجلینا جولی هنرپیشه، کارگردان، فیلمنامه نویس و نیکوکار اهل آمریکا است. او 4 بار جایزه گلدن گلوب، 2 بار جایزه اتحادیه بازیگران سینما و 1 بار جایزه اسکار را برنده شد. وی همچنین چندین بار رکورد بیشترین دستمزد را در بین بازیگران سینمای هالیوود از آن خود کرده. در این برنامه ما بیوگرافی آنجلینا جولی رو با هم بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. وی در شهر لس آنجلس در تاریخ 4 ژوئن 1975 متولد شد. اون فعالیتش رو به عنوان مدل از 12 سالگی شروع کرد. او در جوانی در کلیپ‌های خوانندگانی مثل رولینگ استونز، میت لوف و لنی کراویتز هم بازی کرد. اولین نقش سینمایی او در فیلم هکرها بود که داستان 5 دانش آموز هکر رو روایت می‌کنه. آنجلینا جولی از سال 2001 از طرف سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به عنوان سفیر حسن نیت تعیین شد. وی با مسافرت به نقاط دورافتاده جهان به فعالیت در زمینه حفظ حقوق آوارگان و پناهندگان مشغوله. وی در 19 ژوئن 2011 با حضور در کمپ پناهندگان سوری در شهر آلتین اوزو از توابع ترکیه با پناهندگان سوریه‌ای دیدار کرد. او در امور مدرسه سازی هم مشارکت داشته و قرار از سال 2017 به ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا بپیونده و به عنوان استاد مدعو در دانشگاه اقتصاد لندن دوره‌ای به عنوان تأثیر جنگ بر زنان رو تدریس کنه. زندگی شخصی. همسر اول وی جانی لی میلر است که در سال 1996 با او ازدواج کرد و در سال 1999 از هم جدا شدند. همسر دوم اون بیلی باب تورنتونه که در می 2000 با هم ازدواج کردند، ولی سرانجام بعد از 3 سال ازدواجشون به جدایی انجامید. بعد از بازی در فیلم آقا و خانم اسمیت، او و براد پیت وارد یک دوستی عاشقانه شدند. سرانجام در سال 2006 صاحب دختری به نام شیلو شدند. به خاطر باورهاشون در مورد پایان دادن به فقر و بدبختی مردم آفریقا، تصمیم به تولد بچهشون در کشور فقیر و آفریقایی نامیبیا گرفتند. آنجلینا و براد پیت علاوه بر 3 فرزند طبیعی خود، سرپرستی 3 کودک دیگر را هم بر عهده گرفتند. مدوکس پسر بچه یتیم اهل کامبوج، پکس کودک ویتنامی و 1 دختر یتیم اهل اتیوپی با نام زهرا. آنجلینا در 2013 اعلام کرد به دلیل دارا بودن 1 ژن معیوب احتمال ابتلای او به سرطان پستان 87% و ابتلا به سرطان تخمدان 50%. به همین خاطر دست به عمل جراحی ماستکتومی زده و آنها را برداشته و جراحی و مراحل درمانی وی از فوریه 2013 تا آوریل 2013 به درازا انجامید. وی ذکر کرد که سرطان پستان باعث مرگ مادرش هم شده و با توجه به این عملها احتمال سرطان پستان در وی به زیر 5% رسیده. همچنین آنجلینا در کنار حرفه اصلی خیش طراح جواهر هم هست. وی در سال 2016 برای جدا شدن از براد پیت دادخواست داد که این کار دنیای هالیوود رو در بهت و ناباوری فرو برد. او دلیل کارش رو اعتیاد پیت به الکل و مخدر اعلام کرد و در دادخواست خود تنها خواستش واگذاری سرپرستی 6 فرزندش بود. بسیار سخت نیست که تنش در زندگی براد پیت و آنجلینا جولی رو ببینی. در ابتدا اون گفته بود که براد پیت با فرزندانشان بدرفتاری کرده. او نظراتش رو در مورد جدایی از براد پیت بیان نکرد تا اینکه در مصاحبه‌ای با ونیتی فیر در جولای سال 2017 از روابط بین خود و براد تنها با عبارت بسیار بد یاد کرد. سپس در ادامه بحث‌هایش چنین گفت: من نمی‌خواستم از این کلمات استفاده کنم. همه چیز سخت شده بود. همه می‌دونیم که آنجلینا جولی جراحی‌های بسیاری رو برای جلوگیری از دچار شدن به سرنوشتی مشابه مادرش انجام داده. مادر جولی در سال 2007 به دلیل سرطان تخمدان درگذشت و این همان چیزی بود که برای سالها باعث نگرانی جولی شده بود. بدون شک مرگ مادرش تأثیر زیادی روی اون داشت، اما بیش از اون ازدواج و زندگی مادرش با جان وویت و نحوه جدایی اونها از هم بود. وی در این باره چنین گفته: او در رشته بازیگری درس خوانده بود، اما با پدرم ازدواج کرد و در سن 28 سالگی با 2 بچه از پدرم جدا شد. جولی از مرگ مادرش به شدت الهام گرفت و وقتی که وی روی فیلم قلب قدرتمند به عنوان بازیگر کار می‌کرد، در واقع واکنش به مرگ مادرش را نشان می‌داد.
به نظر میرسه که کنار اومدن با مرگ مادر کار بسیار سختی برای اون بوده. توی همان زمان که مدت زیادی از مرگ مادرش نمیگذشت، وی در مصاحبه‌ای با شبکه NBC گفته بود: مادرم از آن دست زنهایی بود که هفته‌ها برای برگزار کردن درست یک مراسم جشن تولد برنامه ریزی می کرد. او 4 پیشنویس برای کارت جشن تولد می نوشت که در اونها احساسات خودش رو بیان کنه. اینها به این معنی بود که او برای مادر بودن به دنیا آمده بود. او بسیار مهربان بود و با مرگش هم به من درس داد. درس قوی بودن. این بزرگترین درس بود. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه هم با ما همراه بودید. شما هم آنجلینا جولی رو دوست دارید؟ حتما نظرتون رو برای ما کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن این برنامه لذت بردید، حتما اون رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای دیدن برنامه های جدید ما این صفحه رو دنبال کنید.